خب، بینندگان تلویزیون فردا، یک بار دیگه خوش آمدین به برنامه تلویزیون فردا. در برنامه امشب یک برنامه بسیار ویژه داریم. امشب به سلسله برنامه های ماه مبارک رمضان خواستیم که یک مصاحبه بسیار خودمانی داشته باشیم با جناب آقای نادر عظیمی از سیدنی، کسی که خب در این اواخر میرن افغانستان و برمیگردن و بالاخره یک سری موضوعات خیریه و همو مبلغ یا موادی که در استرالیا جمع آوری میشه میبرن به نقطه نقطه گوشه های افغانستان، اونا رو میدن به مردم و بالاخره به نوع یک چیزی که ما خودم که وقتی که دیدم احساس کردم که خب ما باید در این حصه بگیریم و چرا که نه، از طریق تلویزیون فردا ما حصه خودم میگیریم و امیدوار هستم بینندگان ما در هر جایی که همین لحظه برنامه ما رو میبینن حصه بگیرن. ما کوشش میکنیم که در برنامه همو اکاونت انجمن و همو شماره های بانکی شونه هم در اونجا بخیر بر شما محترم عزیز تقدیم بکنیم. امیدوار هستم که حصه بگیرین. میریم اول یک وقفه میبینیم، بعدش برمیگردیم با جناب آقای نادر عظیمی. با باشید. سلام علیکم جناب آقای محترم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات آقای شمی خوبتین چهتمند هستین چهار روزه مبارک باشید. یک جان تشکر، سلامت باشین. آقای محترم، در این اواخر در ماه مبارک رمضان شما یک سری برنامه های در مسجد داریم که خوب اونا را از طریق سوشال میدیا میبینیم و همیشه تعقیب میکنیم، در مسجد بلکتاون در سیدنی. ما بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم وقتی که اون ویدوهای را شما از چین نشر کرده بودین، از افغانستان و بالاخره طریقی که شما افغانستان رفته بودین و بالاخره مواد و مو مبلغی که از طریق انجمن جمع شده بود بر مردم توزیع کردین. یک کمک بر ما توضیح بدین در اون رابطه جناب ایسه. با تشکر از تلویزیون فردا و از جناب شما هاشمی صاحب، شما همیشه لطف میکنین در مواقع مختلف در امور خیر امرای ما دعید سم میگیرین. جهان سپاس از شما و سلام ما تقدیم میکنم به بینندگان تلویزیون فردا. انشاءالله که همیشان در پناه الله باشه و ماه برک رمضانشان بخیر سپری شوه. قسمی که شما فرمودین، ما بعضی برنامه هایی داریم از اینجا که در طول سال ما و مردم مستحق در افغانستان کمک میکنیم. البته وطن دارای سخاوتمند ما در شهر سیدنی، ایالت نیو ساوت ویلز و بعضا در دیگر ایالت ها در این مسئله سهم میگیرن و ما برنامه های زمستانی هم داریم، برنامه های رمضانی و برنامه قربانی هم. امسال هم مثل سالهای قبل پیش از ماه مبارک رمضان اقدام کردیم، چون شما خودتان میفهمید که وضع اقتصادی در افغانستان چندان خوب نیست و ما فکر کردیم که چون در طول ماه مبارک رمضان خوب کمک میشه، انشاءالله چطور میشه که اگر پیش از ماه مبارک رمضان برای این مردم یک چیزی برسه که ماه مبارک رمضانشان یک ذره رنگین شوه. برای خدا خیر نصیب بکنم، وطنهای سخاوتمند ما را به دعوت ما را لبیک گفتن. ما یک تارگت برای وطندارای خود دادیم که انشاءالله ما در این ماه مبارک رمضان یک 1000 فامیل انشاءالله میشه بسته غذایی که برای یک ماه کافی باشه، یعنی همو اسنشال فود که یا برش میگن که یعنی بتونن یک غذای مکمل از جور بکنن، انشاءالله برشان تهیه بکنیم. و منظور ما، من در افغانستان در قوات مختلف سر کار میکنیم، اگر این بار ما یک راپوری از ولایت بادغیس و غور داشتیم، مثلا ولایت بادغیس که در سیل آمده بود و بالاخره غور که یک جایی است که شما میفهمین تقریبا از جمله صعب العبورترین ولایت ها است که در مرکز افغانستان قرار داره، که اگر شما از ایرات هم بخواین غور برین باید یک شب درا کنین، دو روز دوامینش میباشه تقریبا 36 ساعت. تشکر، ما میخواهیم که تصاویری که شما گرفتین یک کلیپ اومده کردیم پخش کنیم برای مطران عزیز. باز ما شما برمیگردیم که خود دوستان رو ببینن که شما صحبت میکنیم. با باشید. هموطنان محترم، اعضای انجمن امکای افغان نیو ساوت ویلز مقیم شهر سیدنی استرالیا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان محترم، به سلسله توضیحات بادغیس و غور، قسمی که شما توضیحات بادغیس دیدین و وعده کرده بودید که به ولایت غور میایم، ما بعد از 36 ساعت به ولایت غور رسیدیم. یعنی راه بسیار صعب العبور و منطقه دور افتاده مرکزی افغانستان است و اینکه واقعا میگن در دنیا افغانستان محروم ترین مملکت است و در افغانستان غور محروم ترین ولایت است. ما رسیدیم، دیروز کارهای سروی خود کرده بودیم و در اینجا قسمی شما میبینید مردم جمع شدن به خاطر توزیع و ما این مردم ها که هستن شما میبینید یا از هر ولایت هم تقریبا آدن، مهاجرین هم در بین نزیا هستن. امروز ما همو کمک های شما را
یعنی بعد از 36 سال را موتر ما هم خراب شد، بسیار مشکلات وای به حد خطرناک هم بود، اما ما به خاطر چی به غور آمدیم؟ به خاطر از اینکه هیچ کسی اینجا نمیاد، هیچ کس از حالت مردم خبر نداره و ما بسته های غذایی را اینجا آوردیم به نمایندگی از شما به خاطر ماه مبارک رمضان. جا بر شما دعا کنم، شما سعی کنید، اینا قدر بیچاره و فقیر هستند که هیچ اندازه نداره، معلولین از معیوبین از خانمای بیوه است از هر ولایت است. انشاءالله شما جیجان توضیح را میبینین و باز گپای خودشان هم بشنوین. باز هم تشکر میکنم از کمک شما. خدا خیرتان بده جناب آقای صاحب. من که این شرایط میبینم آدم با تو اونجا شما رفتن و میام تا غور و بادغیس رساندن خودتان شخصا، به نظرم خدا من اجر از این برتان انشاءالله نصیب بگردانه. جناب آقای صاحب محترم، این کمک ها معمولا از کجا جمع آوری میشه؟ میشه کمک های همین هموطنان مقیم شهر سیدنی ایالت نیو ساوت ولز هست و بیارم و صدقاتی که دارن یا زکات دارن، یا معمولا به خاطر همیتر موارد کمک خصوصی میکنن. الحمدلله این تمامش از همی مردم خود افغانای خود ما هستن. اهالی مقتدی های مسجد هم دهیس هم دارن، نگفته نباید بگن دیگر نشنالتی یا هم، مگر قسمت عمدی مبلغ از خود افغان ها هستن. بله، از شهر سیدنی دیگه بسید، از شهر سیدنی. بله، دوستای ما از کامبیرا هم بگن جمعنه، نه اونجا چوشتن جمعنه افغان های کامبیرا، و هم وقتن فقتن هم به ما سم میگیرن، باید اقشان نداشت و سر. بله، ایتو ساوت استرالیا فرض میکنین که ما هستیم و یا ملبون، دهی شهران تو اپروچ کردین مردم را، میخواین مردم که شما کمک بکنه، همکاری بکنه، و بالاخره همو هدف کلانترتان دهی زمینه چی است؟ موضوع بسیار خوبی را اشاره کردن آقای هاشمی، خدا شما خیر برکت نصیب کنم. قسمی که شما میگن ما در حد توان خود میخواهیم که موضوع را برای دوستای ما برسانیم در هر جایی که هستن، از طریق سوشال میدیا از کارهای خود با خبر بسازیم. شما قسمی که شما الحمدلله همیشه تعقیب میکنین، علاقه مند شدین و ابراه شما صحبت میکنیم، تا بال طور مستقیما برایشان اپروچ نکردیم، نه که از جان درخواست کمک کرده باشیم، تا بال یا چی صورت نگرفته، اما اگر باشه و امکان داشته باشه. ولی چون ما سب تقریبا در بعد از تغییر حکومت در افغانستان، این بار سیوم است که من میرم افغانستان، و اولین جمله اولین کسایی که در دسامبر سال 2022 بعد از سقوط حکومت ما سب رفتیم در ماه دسامبر، که هنوز بسیار به حساب یک موضوع ناشنایی بود رفتن به افغانستان و یک موضوع عجیب و غریبی بود، اما الحمدلله رفتیم و تقریبا در چندین ولایت خود ما گشتیم و توضیح کردیم، در حدود 2500 پکیج در اون وقت توضیح کردیم. سبا باز بار دوم هم چنان زلزلایی که در پکتیا اتفاق افتاد، اگر بیادتون باشه که هنوز هم اما حادثش در پکتیکا، دو بار پکتیکا رفتیم، برای دو مردم هم کمک های بسیار زیاد. نقاط افغانستان مانده که یک سمت شمال بدخشان و تخار اینجا که تابال نرفتیم، و نورستان و ایلمند و زرنگ، دیگه تقریبا بسیاری نقاط افغانستان در این سفرها کور کردیم که دست ما شده. منظور ما همسایه به این سفرهای به این نقاط دوردست، یکی حکومت برای تو هست، یکی ایست که اگر بتاییم مردم از حال از یا خبر بکنیم، چون واقعا این شما قسمه که شما دیدین واقعا سب سبل عبور است، و ما خطرهای بسیار بزرگ را در ایران از نگاه امنیت سرک، نه نگاه سیاسی هست، نه نگاه سرک، وضع امنیتی خود و حساب سرک به حد سب خراب است. یعنی ما یک جای نزدیک بود که موتر از یک بلندی بسیار بسیار کلان پران بفته 400 متر، اما الله سبحانه وتعالی نگاه کرد دو تایر موتر هم رفت از تپا پایان رفت، مگر پروردگار نگاه کرد سبا دیگه سب. او باز خاطر تنها شما فکر کنید، من یک مثال اگر بتون برای شما که شما بتون اندازه بکنید، اگر از ولایت ایراد شما مواد باید که به غور از ولایت ایراد تمویل میشه، به خاطر از اینکه از کابل و بامیان و یک کاولنگ و مابین از درجات که تیر چند راه بسیار دورتر میشه، اما از ایراد که نسبتا نزدیکتر میباشه امرایش سخت است، اما شما که کنید یک لاری 28 تن مواد یک لک افغانی کرایش است اکثر که از اونجا تا این جمعیه اینا، شما بین امی قیمت کرا در سر مواد میره به مردم که در غور میرسه، اینا رو چطور بتونن افورد بکنن که ای در غور مهاجرین از هر نقطه که شما بگوین اونجا موجود است، از ولایت دایکندی در اونجا موجود بود، از فاریاب موجود بود، از لعل سرجنگل، از طول پنجاب، از خود
ولسوالی های غور در مقام مرکز غور زندگی میکردن سبه. جناب آقای صاحب، اینا وقتی که شما میگین که خب مثلا یک لگ افغانی مصرف میشه و یک لگ افغانی از او چقدر با دلار میشه معمولا در افغانستان؟ کرای منظور من کرای یک لاری بود که برای مواد شما کرا فقط بخواد که مردم یک تخمین داشته باشن. بله بله، یک لگ تقریبا در حدود 1600 یا 1700 دلار استرالیایی بیش از با پایان بالا که شما برای 28 تن مواد که ما واسه روان کردیم که بور یعنی بسیار به حساب افغانستان قیمت گزاف است که او قیمت ما به روی مواد بفته. مثلا شما از ایران یک کیلو لوبیا را به یک دلار بخرین، از غور را به 1.5 دلار میخرین، بخاطر که نیم دلار سر از او کرای را بندازن. سبا خدا خیرتان بده جناب آیسب. موته که دمو صحبت های خودتان گفتین که افغانستان خودش یکی از محرومترین کشور هاست و بالاخره غور و بادغیس، خب ما میفهمیم که اونجا دیگه چقدر محروم است و شرایط فعلی افغانستان که یکی از فقیرترین کشورهای دنیا است و هم خود سر جاش باشه و شرایطی که خوب در افغانستان فعلا است. جناب ایسا میریم یک کلیپ دیگر هم آماده کردیم و رو هم میبینین، باز پس برمیگردیم با شما میباشیم که اما تنها بیشتر ببینن از کارهای شما در افغانستان. رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. أي رحمة پروردگار، ای بر خزان دل بهار، ای ماه خیر و مغفرت از خالق آمرزگار. رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان. الله یا ایسه چی احساس دارین وقتی که تصاویر میبینین؟ جناب آیش میتونم میال خود من گریه گرفته با خطر از اینکه ما همونجا واقعا چه ما مردم هاشو بیچاره هستن تو بطن بگویم میشه با واقعا و خدا هم یک محبت جا در دلم انداخته هیچ گذران رو من اینجا نمیشه سب اتارتون بگویم نگم میگم که هزار دلار هم پیدا شد برای زوا برشه و ما خودم شب بیگانه طریقه که یافت و بکنی ما در کابل شب دفتر داریم که الحمدلله در غیاب ما کارا رو میکنن چون ترند شدن. مگر من خودم چرا شب سال دو دفعه سه دفعه میرم؟ به خاطر از اینکه من برو از دفتر میگم اگر من از استرالیا میام در غور میرم، در چاربرجک میرم، در مالان میرم، در ولسوالیا میرم، شما حتما باید برین به خاطر از اینکه شما خادمی شوار مملکت هستین. اگر من شب در هتلای عجیب غریب خواب میکنم نانشون هم میخورم، شما در حالی که من دفعه وات مکر بهتر تر اصلی تر بودن کمپلاشان هم انداختن سر خود، مگر من کمپلا رو کشف میکردم برای خدا گفتن رو جایی جرش منداختم خواه میکنم چی که مانده میبودم. من که میبینم جناب هاشمی صاحب یک چیز برای من بسیار یعنی اهمیت پیدا کرده که یک دلار در افغانستان اگه برسه بسیار اهمیت داره. ما هیچ وقت نباید اعانه را که میکنیم یا کمک که دستا میشه او رو ناچیز بگیریم. مثلا نگویم دادلر دارم دادلر چی میشه، اینو نباید بگیم. ما یک خاطره بسیار خلاصه رو بهتون میگم که مثلا ما در یک قریه رفتیم در ولایت بادغیس با نام شندنو میگن سر شندنو در اونجا رفتیم سر. خب یک قریه که بود در 4 تا خیمه بود، یک 5-6 تا خانه بود، در مردم های زندگی بگن که الله خودش میدانه که چه رقم سر الله عجر برشان نصیب بکنه چه رقم زندگی میکنه.
اما یه خانه بود سبزی پاک میگه، سبزی هایی که سبزی پالک نبود، سبزی هایی بود که نو بهار دیگه، اوایل بهار بود که مای آخرای مای اوت بود سر دیگه، یا از کجا جمع کرده بودن. من پرسیدم که چی میکنی مادر؟ گفت میره پخته میکنم. گفتم که چی از؟ گفت سبزی. گفت از کجا که؟ گفت از کو گرفته. سر دیگه واس کرد که دیگه از این سبزی انداخته و جوش میخورد. گفتم میره چی میکنی؟ گفت غذای شب ما هست. گفتم که دیشب چی خوردیم؟ گفت دیشب هم سبزی خوردیم. گفتم این روغن چیزی نداره؟ گفت روغن نمیشه، کدام داره یک کدام وقتی پیدا شد روغن اگه بندازیم، کمی نمک داشت بندازیم، کمک برای مرش پیدا ها که بندازیم، اینی می اولاد ها میخورن، اینی می خوراک ماست. خب این تنهای نبود، ما رفتیم در قریه دیگه، چند خانه دیگه هین رقم سبزی پخته کرده بودن سر. چون نمو نفر ها گفت غیر دیمی سبزی اینجا دیگه چیزی اتر آسانی پیدا نمیشه که یاد بخورن. وقتی سم ما که مال مواد که برشان توضیح کردیم، ما پالوی یک خانم اما یک شام پرسانش کرد تو مادر احساس تو چی هست اگر پیش از رمضان؟ چون در مواد ما بسیار مواد مکمل بود، یعنی روغن و برنج و آرد و روبیا و نخوت و مکرونی و رو بانجارمی بسیار یک مواد مکمل بود. نفتم اوی روغن رو به من نشان داد، چون گفت ما در عمرم اقدر روغن اگه ندیدیم سای من. گفت ما در بوتلک های خرد روغن میگیم. از دو خاطر این وطندار عزیز، یعنی $10 برای از او فکر کن 600 افغانی برای از او فکر کن یک ماه عیش میکنن، یعنی اگه درست بدستش برسه $10 شما و $10 ما و $10 آقای شمی یک جای اگه شما سب خرد یک ماه یک آدم میشه سب اونجا. یعنی من هیچ وقت میگم خدا با ما و شما یک توفیق نصیب کرده، دست بالا داده، ما از این موقعیت خود استفاده کنیم، وطندار خود کمک بکنیم. یک موضوع دیگر هم میخوام اضافه کنم چون من همیشه میشنوم، می خدا افغانستان رو سیر کنن، مردم تو میگه که چه قدر ما کمک کنیم، این مردم کلش هم اطلاعات هیچ وقت سیر نمیشه، یار گدایگر رو مخته کرد. این مطلع رو میگن سه بر کدامش در جای خود باشه، مگر کار ما از او کارا آل تیر شده سب. آره ما دوباره تو فکر میکنیم، ما پروژه عمرانی داریم سب، الحمدلله کارای اساسی میکنیم، کارای بنیادی میکنیم، دست های تعلیم تربیه، دست های اشتغال زایی، دست های دیگه، مگر فعلا سب امو آدم امو یک لغمه قوت نداره که قوت بگیره بره بیله بگیره بالا کنه. شما امو یک لغمه قوت برشان بتین، بعد از او بیله خدا میرواند که دستشان برابر کنیم بتین. دقیق. یعنی دوت یک حالت قرار داریم سب ما. دقیق. خدا من عجبتان بده جناب آقای سب، واقعا کار بسیار کلان میکنین. من شماره اکاونت انجمن شما را در اون پایین ماندم، دوستا و هموطنان ما که هر جای هستن میبینن و بالاخره کمک کنن خواهشان. من فکر میکنم که یکی از بهترین کمک ها در طول سال، ولی در خوب در ماه مبارک رمضان اجر و ثوابش انشاءالله که از هر وقتی که بیشتر دیگه کده بهتر و بیشتر می باشد. شما ایسب، شما در رابطه بیشتر از ما بفهمین در ماه مبارک رمضان چی ثواب و سهولت های بیشتر داره خیرات و زکات مردم؟ جناب آشی بیشتر، ماه مبارک رمضان یک خاصیت خود داره، به خصوص الله سبحانه و تعالی بسیار مسائل اسپیشال کرده در ماه مبارک رمضان. اگر یک مثال بتیم به یک دیپارتمنت استور مثلا اگر نوشته کنه که 80% آف و او هم حقیقتا 80% آف باشه، که ما یک موادی را که مثلا در $100 میخریم در $20 بخریم، یعنی شما فکر کنید چقدر نفر پشتر از دو دکان خواهد صف بسته کنه که مثلا برم خرج یک سال خود بخرم از اینجا به خاطر از کل چیز آف است. الله سبحانه و تعالی یک آفر بسیار خوب داده، گفته در ماه مبارک رمضان اگه شما نماز نفل بخوانین رو من به فرض حساب میکنم، اگه شما فرض بخوانین رو من صد چندان و ده چندان و هر قدر از او که زیادتر میکنم. در قسمت صدقه هم امیر گفته سب که اگر شما در ماه مبارک رمضان شما صدقه بتین او به چندین برابر تبدیل میشه. یعنی اول گفته تا 7 و 10 و 100 و 700، بعد گفته تا اندازه که خود الله میدانه سب. اینان صدقات در ماه مبارک رمضان و غیر رمضان بسیار فرق داره سب. یعنی ما شما میتونیم که یک انوستمنت بسیار خوب کنیم. به اون خاطر بعضی اوقات مسلمان ها انتخاب میکنن زکات خود در ماه مبارک رمضان بپردازن، چون ثوابش دبل است تک تو وقت شد. بنابراین اگر ما بتونیم در ماه مبارک رمضان دست از دوست قوم و قمی وطندار عزیز خود بگیریم و قوم خیش خود ما سب کمک میکنیم طبعا. یعنی ما فکر نکنیم که ما در غور کنم قوم خیش داشته و چند دیگه بهش پیسه روان که یا در بادغیس یا در پکتیکا یا در پکتیا یا در پنجشیر. اما از اینجا صاحب که وقتی ما میریم و به او کمک میکنیم، اما پولی که بمسا به قوم خیش خدا روان میکنه او هم الله ده برکت مندازه. بنابراین من برای وطندار خود میگم صاحب اگر میخواین پول از طریق روان میکنن خدا خیرشان نصیب کنه، اگر میخواین از طریق ما روان بکنن ما برایشان هم اسناد پروواید میکنیم صاحب، هم ویدیو را به خاطر به نام خودشان به مقدار پولشان برایشان ویدیو بتایید میکنیم که و ما همین سیستم ما صاحب زحمت داره
مگر ما همینطور کار میکنیم صاحب. و اگر ما بگیم از نگاه ادمنستریشن که دوستا بخی کلیر باشن، ما تنها 10% پیسه را به خاطر لوجستیک استفاده میکنیم، به خاطر مزدوری که میگیم، به خاطر موتر، به خاطر مصارف، به خاطر خریداری، به خاطر این چیزا. از اون یک دلار دیگر بالاتر مصرف نکنیم. او هم کسایی که اونجا کار میکنن، او هم مستحقترین کسایی هستن که اونجا اون دفتر مصروف هستن و این امور پیش میبرن. زبا بنابراین از اون خاطر اگر دوستان میخوان که از این طریق استفاده بکنن، انشاءالله هر نوع سوالی که راجع به حساب امو شفافیت داشته باشن، ان شاء الله هم در خدمتشون هستیم تا کمک بکنن باید ان شاء الله. بسیار خوب رئیس محترم، یک جان تشکر. من همیشه میبینم همتنان ما در دیگه مؤسسشن های چریتی و دونیشن چیزا زیاد کمک میکنن. ما هیچ وقت نمیفهمو کجا میره بالاخره امو مبلغی که کمک میکنیم. خب برای خدا هر کسی که کمک میکنه کمک میکنه. من فکر میکنم که در این شرایطی که به خصوص افغانستان فعلا از هزار جای دیگه کرده، افغانستان زیادتر نیاز داره و امیدوار هستم که همتنان ما این موضوع جدی بگیرن. و خب دپالوی از او که برای قوم خیش خود گفته شما روان میکنن که بسیار معمول است، برای دیگه همتنان ما جایی که شما میرسین، جایی که خب ما نمیتونیم برسیم، کمک بکنن. نموده که گفتم صاحب اکاونت دفتر جناب شما در پایین صفحه هست. امیدوار هستم که همتنان از این موضوع جدی بگیرن. جناب رئیس صاحب یک کلیپ دیگر هم نشان میتونم برای متون عزیز ما، باز بعد از برمیگردیم ما شما هستیم یک چند دقیقه دیگه. خدا بر مؤمن شب زنده دار، هر قطره اشک نیمه شب میشوید از دل ها غبار. رمضان یا رمضان، رمضان الله الرحمن الرحیم. ما از ولایت غور هستیم، یعنی مردم نادار بی اختصاصی، هیچ اختصاصی نداریم. ماه روزه است، بسیار مردم به تکلیف ماه روزه رو میگیره. یک الان تشکر از شما میکنم که به مردم غور، به مردم بیدیستفا و بیدادرست شما کمک ها رو بکردین. بسم الله الرحمن الرحیم. برادر ما مهاجر هستیم، یک سال میشه به ولایت غور ششته. همیش کمک ایده ما رسیدگی نکرده. خیر بینن بنده خدا که ما کمک کردن، ما روز ما چیزی نداریم. کودکای ما خود ما داری و در غریب بیچاره مسکین کارگر نداریم. به خانم و مردم غریبیم که چیز یک سال میشه همین جمع ما هیچ کمکی نرسیده. خیر بینن مسلمان های که ما کمک کردن سری شما بازم یک چندی ریدم ماره مینه. خیر بینن مسلمان های. حساب بسیار زیاد تشکر بابت تمام کارهایی که میکنیم. واقعا خیر ببینیم. شما اگه کدام پیام آخر داشته باشین در خدمتتون هست. زنده سلامت باشین دوستان محترم. من از این طریق تلویزیون فردا من تمام دوستایی که در این صدقات اشتراک میگیرن تشکر میکنم و از اعتمادشان به انجمن تشکر میکنم و به شخص خود تشکر میکنم که الله خیر برکت نصیبشان کنه که پول خود اعتماد میکنن به ما. و خوشبخت هستم که دوستان محترم وطن داراتون فراموش نکنین. ما انشالله که سفرهای خود بر افغانستان جاری نگاه میکنیم، به خاطر که پلانای یه داریم، به خاطر بعضی پروژه بزرگ اگر بتونیم اسپانسرها براش پیدا بکنیم، پروژه های عمرانی و دوامدار را انشالله اونجا برپا کنیم. اما دوست شما میتونین جناب هاشمی صاحب که نمره تلفن ما را هم بر دوستا بتین اگه سوالایی داشته باشن لاستن بتون سوال بکنن، هم امکان داره. و تو امکانتون ادامه بدین به قسمی که پیشتر گفتم، هیچ اهانه خرد نیست و تا اما حدیث مبارک است که انشاءالله حسن ختام از او استفاده میکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که شما هیچ نوع کار خیر در کوچک نشمارین. و شاید میگه یعنی ولو که اگه پس کردن یک سنگ از سر راه باشه، یا دادن یک خرما به یک برادرتان باشه، یا تبسم کردن برای یک برادر مسلمان باشه یا خواهر مسلمان، بنان هیچ نوع خیر نشمارین که در روز قیامت الله او رو برتون بزرگ میسازد. جناب باشیم میتونم یک جان تشکر از لطفتان، از اینکه شما همیشه در این کار خیر ما سهم میگیرین و این کار به دو گوش دوستا میرسانین. الله اجرش به شما هم نصیب بکنه ان شاء الله. یک جان تشکر از شما جناب رئیس. همیشه تلویزیون فردا در خدمت شما خواهم بود و به خصوص در این شرایطی که خوب افغانستان در شرایطی است که دیگه از سخن و عرف و حدیث و چیزا دیگه بخی دیگه گذشته. بالکل که شما فرمودین و واقعا آدم هیچ چیز بر گفتن نداره. خیر از اینکه خداوند بگه خیرتون بده ان شاء الله جناب رئیس. یک جان تشکر، شب و روز خوش داشته باشین. خداوند یار نگهدارتون.
زنده و سلامت باشین، ایتان پیش از پیش مبارک باشه انشاءالله. آخ، ایده شما مبارک باشه. تشکر.